درود و وقت بخیر به مجمع خبرین ساعت از یک خوش آمدید مشروع خبرها. نشست کابل با حضور نماینده ها و دیپلمات های برخی کشورهای منطقه و جهان در وزارت خارجه آغاز شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که امارت اسلامی در 2 سال گذشته سیاست منطقه محور را در پیش گرفته است. آقای متقی همچنان تاکید کرده است که با آمدن امارت اسلامی جنگ چندین ساله در کشور پایان یافته و اکنون زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان مساعد گشته است. آقای متقی همچنان تاکید کرده است که با هماهنگی و اجماع منطقه‌ای جلو تنش‌ها گرفته می شود و افغانستان متحد به اجماع سازنده با کشورهای منطقه است. به گفته آقای متقی نسخه های تحمیلی در افغانستان کارساز نبوده و این روند برای مردم افغانستان هم قابل پذیرش نیست. نشست کابل با محوریت افغانستان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که امارت اسلامی در بیش از 2 سال گذشته سیاست منطقه محور را به پیش گرفته است. سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرده است که امارت اسلامی در بیش از 2 سال گذشته سیاست منطقه محور را به پیش گرفته است و خواهان تعامل مثبت با تمامی کشورها و ویژه کشورهای همسایه است. با استفاده از این فرصت و ابتکار و همچنان از طریقی بقیه مکانیسم های منطقی مانند نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و فرمیت مسکو امیدوارم با تقویت یک اجماع منطقی موفق شد که در آن منافع همه بازیگران منطقه حفظ گردد. در چارچوبی همچون یک آقای متقی همچنان تاکید کرده است که با آمدن امارت اسلامی جنگ چندین ساله در کشور پایان یافته و اکنون زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان مساعد شده است. افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است به هیچ صورت نمی خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می باشد. او همچنان تاکید کرده است که با هماهنگی و اجتماع منطقه‌ای جلوی تنش‌ها گرفته شده و افغانستان متحد به اجتماع سازنده با کشورهای منطقه است. آقای متقی همچنان می گوید که امارت اسلامی به منافع دیگران احترام دارد و از دیگران نیز توقع می رود تا به منافع انتخاب های امارت اسلامی احترام بگذارد. نسخه های تحمیلی در افغانستان کارساز نبوده و این روند برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.